بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و عصر بخیر خدمت شما بینندگان محترم شبکه خبر. خبرهای ساعت 16 رو به اتفاق همکارانم تقدیم میکنیم. نامه 3000 نفر از علمای اهل سنت به رهبر انقلاب در حمایت از عملیات وعده صادق 2. در این نامه با اشاره به زعامت مقتدرانی رهبر انقلاب و عملیات وعده صادق 2 پس از مدتی خیشتنداری عزتمندانه آمده، ما جمعی از امامان جمعه و جماعت و مبلغان اهل سنت کشور به عنوان خادمان قرآن و معارف اسلامی ضمن تقدیر فراوان از بیانات روشنگرانه و خطبه های دشمن شکن در نماز جمعه اخیر تهران و تجدید پیمان با آرمان های امام راحل و شهدای والا مقام سپاس و امتنان قلبی خود را از عملیات ظفرمند وعده صادق 2 سپاه قهرمان و نیروهای مسلح پر افتخار جمهوری اسلامی ایران علیه رژیم غاصب و کودک کش اعلام می‌داریم. شلیک از قلب مقاوم به غزه به قلب لرزان تل آویو در سالگرد طوفان الاقصا. گردان‌های عزالدین قسام، شاخه نظامی جنبش مقاومت اسلامی فلسطین حماس، تل آویو را با موشک هدف قرار داد. رژیم اشغالگر تعداد موشک‌های شلیک شده را 5 فروند اعلام کرده. مقاومت فلسطین همچنین مواضع اشغالگران را در جنوب نوار غزه در رفح گلوله باران کرد. یک نظامی صهیونیست نیز در منطقه جبالیا در شمال نوار غزه هدف گلوله قرار گرفت. حزب الله لبنان اعلام کرد به منظور حمایت از ملت فلسطین و ادامه عملیات خیبر، تبریا و پایگاه ارتش صهیونیستی در جنوب شهر اشغالی حیفا را موشک باران کرده است. بنابر اعلام رژیم صهیونیستی، دست کم 15 موشک از جنوب لبنان به سمت مناطقی در شمال سرزمین‌های اشغالی فلسطین از جمله حیفا شلیک شده که در پی آن شماری از صهیونیست‌ها زخمی شدند. بنابر اعلام منابع محلی، پدافند هوای رژیم صهیونیستی در رهگیری موشکان ناتوان بوده و این حمله‌ها خسارت‌های زیادی در پی داشته است. یکی از موشک‌ها مستقیماً به ساختمانی در حیفا اصابت کرد که بر اثر آن 5 صهیونیست زخمی شدند. دست کم 20 موشک حزب الله هم به الجلیل شلیک شد و رسانه‌های عبری از چند انفجار در منطقه الجلیل سفلا خبر دادند. معاون رئیس دفتر سیاسی جنبش مقاومت اسلامی فلسطین حماس گفت طوفان الاقصا توهماتی را که دشمن درباره برتری خود ترسیم کرده بود در هم شکست و حرکت‌های جهانی برای حمایت از ملت غزه گفت مردم فلسطین در همه مناطق اشغالی از جنین تا نابلس و طولگرم با مقاومت و عملیات شجاعانه در برابر طرح‌های یهودی سازی و تجاوزگری صهیونیست‌ها ایستادگی می‌کنند. عضو ارشد حماس با قدردانی از جبهه‌های پشتیبانی از نوار غزه در لبنان، یمن و عراق گفت برادران ما در ایران چند روز پیش انتقام خون رهبران شهید اسماعیل هنیه و سید حسن نصرالله را گرفتند. دبیر کل جنبش جهاد اسلامی فلسطین هم بر پایبندی گروه‌های مقاومت به شروط پیشین خود برای توافق شامل خروج کامل نظامیان صهیونیست از نوار غزه، بازسازی این باریکه و آزادسازی اسیران تاکید کرد. زیاد نخاله در سخنانی به مناسبت سالروز عملیات طوفان الاقصا با اشاره به اینکه رژیم صهیونی از تعهدات خود عقب نشینی کرده افزود دشمن اشغالگر می‌خواهد شرط‌هایی که بیشتر شبیه تسلیم است به مقاومت تحمیل کند. زیاد نخاله با بیان اینکه مقاومت و ملت‌های فلسطین و منطقه و آزادگان جهان با شهادت سید حسن نصرالله یک رهبر بی‌نظیر را از دست دادند گفت ملت و مقاومت لبنان به رغم این تجاوز بر دشمن صهیونیستی پیروز خواهد شد. دبیر کل جهاد اسلامی فلسطین همچنین گفت به جمهوری اسلامی ایران که از ابتدای نبرد
از فلسطین حمایت کرده و به رغم همه شرایط از مقاومت پشتیبانی می کند، درود می فرستیم. شکست غیر قابل ترمیم رژیم صهیونیستی به روایت رسانه‌های صهیونیست. نشریه هارتس در سال روز آغاز عملیات طوفان الاقصا نوشته شکست وحشتناک 7 اکتبر همچنان همراه اسرائیل می‌ماند. هارتس سال گذشته را سالی وحشتناک و بزرگترین شکست تاریخ اسرائیل توصیف کرده و افزوده 7 اکتبر 2023 ظرف چند دقیقه نظام ارتش اسرائیل فرو پاشید و اسرائیل در این مدت به حل و فصل منازعه با دشمنانش نزدیک هم نشده است. شبکه صهیونیستی کان هم به استناد یک نظرسنجی در فلسطین اشغالی گزارش داده پس از یک سال جنگ و کشتار در غزه 60-70% صهیونیست ها بسته به جغرافیای محل سکونتشان احساس امنیت نمی کنند. فقط 1/3 به ارتش رژیم اعتماد دارند و بیش از 85% حاضر نیستند به مناطقی که از آنجا فرار کرده اند برگردند. طبق این نظرسنجی بیشتر صهیونیست ها اسرائیل را شکست خورده می دانند و فقط 27% نظرشان خلاف این است. رئیس جمهور تاکید کرد وحدت و انسجام داخلی کشور را در برابر تهدیدهای خارجی مسئول نگه می دارد. آقای پزشکیان در دیدار جمعی از نمایندگان مجلس و اعضای جبهه پایداری وحدت و انسجام را ضرورت و نیاز امروز و فردای کشور دانست. رئیس جمهور گفت جذب حداکثری افراد با سلایق مختلف از اصول اساسی انقلاب اسلامی است و دولت 14 هم در این مسیر حرکت می کند. آقای پزشکیان شرح صدر و رفتار عزتمندانه را راه غلبه بر چالش ها و مشکلات کشور دانست و گفت دولت در این مسیر از کمک‌ها و نظرات جریان‌ها و دیدگاه‌های مختلف استقبال می‌کند. با الکترونیکی شدن فرایندهای ثبت شرکت‌ها، جعل و سوء استفاده از هویت افراد کاهش یافته است. این را رئیس اداره ثبت شرکت‌ها گفته. نصیری تأکید کرده تا آذر برای هر فردی که قرار است در شرکتی عضو هیئت مدیره شود، پیامک احراز هویت فرستاده می شود تا از هر گونه سوء استفاده جلوگیری شود. بهمن ماه 1401 نیروی انتظامی مراجعه میکنه، خودروی عموی بنده رو توقیف میکنن. این توقیف خودرو سرآغاز باز شدن پرونده مالیاتی برای خانواده سیفی است. دارایی های عموی خانواده توقیف و حساب او بسته می شود. دو بار مراجعه کردیم به اداره مالیات، گفتن بله شما عضو هیئت مدیره یه شرکتیم، 4 میلیارد شرکت مالیات داره، شما هم چون عضو هیئت رئیسه هستین ما خودروی شما رو گرفتیم که بیاین تعیین تکلیف کنیم. ماجرا از این قرار است که با سوء استفاده از اطلاعات هویتی آقای سیفی او را عضو هیئت مدیره یک شرکت کردند. این سوابق عموی بنده کارگر ساده کلاس 5 ابتدایی، دو بار اومدیم کارشناس میگم که جعل امضای از که 2 سال شده ماشینشو گرفتن. ما به پاسپورت گفتیم وقتی که الان عموی بنده شما گفتی بیگناهه، فعلا مشخص شده که جعل شده، خب حداقل یه نامه چیزی بزن به مالیات بگو آقا ماشین ایشو مثلا ترخیص کنین. اداره ثبت شرکت ها درباره این مشکل میگوید اطلاعات اولیه افراد رو حالا یا فامیل یا همسایه یا شرکت قبلی دسترسی دارن، سوء استفاده میکنن، کلاهبردارن و ورود اطلاعات میکنن، دسترسی های دیگه هم دارن. بعد یه امضا اتفاقا شبیه همون قبلا امضا رو دیده میزنه، میاد اینجا کارشناس ما طبق روال قانونی انجام میده و میره جلو. سازمان ثبت اسناد میگوید چاره کار الکترونیکی شدن فرایندهای ثبت امضاست، موضوعی که تا 2 ماه دیگر عملیاتی می شود. یعنی ما برای افراد با توجه به شماره همراهشون پیامک می زنیم، میگیم که آقا شما آقای ایکس میخواید عضو هیئت مدیره یه شرکتی بشید که اسمش هم اونجا می نویسیم، تایید میکنید؟ اگر تایید کنه میره جلو. در 3 سال گذشته حدود 100 اقدام الکترونیکی
و کاغذبازی جمع شده، مثل سند الکترونیکی اشخاص حقوقی که همین چند روز قبل ایجاد شده. از طریق بارکدی که روی سند الکترونیک هست و برای هر کسی امکان وجود داره که این رو اسکن بکنه و با تایید حالا شخص ذی‌صلاح توی اون شرکت به جزئیات اطلاعات شرکت هم به صورت فراوری شده و یک جا دسترسی پیدا بکنه. الکترونیکی شدن فرایندها بخشی از سند تحول قضایی است، موضوعی که یکی از نتایج آن جلوگیری از سوء استفاده از نام افرادی مثل آقای سیفی است. محمد رضا فلاحی، خبرگزاری صدا و سیما. سازمان پیشرفت و آبادانی روستاها و امور عشایری به عنوان متولی واحد روستاها ایجاد می شود.